Welcome to the Politecnico di Milano. In the short video following, we'll show how to install a plan for the production of a hygienizing solution following the directions of the World Health Organization. The plan has been installed at the Politecnico di Milano in the Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering Giulio Natta to face the COVID-19 emergency. شستشوی صحیح دست ها بدون شک در از بین بردن ویروس ها و باکتری ها نقش اصلی را دارد. سازمان بهداشت جهانی دو فرمول مختلف برای ضد عفونی کننده های دست منتشر کرده است که هر دو ضمیمه شدند. فرمول اول دارای اجزای زیر است: 96% اتانول، پروکسیت هیدروژن، گلیسرول و آب مقطر. در فرمول دوم اما اتانول با الکل ایزوپروپیل 99% حجمی جایگزین شده است. به خصوص الکل موجود در محلول نقش ضد میکروب را دارد و بسیار مؤثرتر است اگر به نسبت 80% با آب مقطر مخلوط شود. پروکسید هیدروژن یا آب اکسیژن باعث از بین رفتن تمام باکتری های موجود در ظروف و تجهیزات در روند فرایند می‌گردد. گلیسرین جذب رطوبت را تضمین کرده و به مرطوب نگه داشتن دست ها کمک می‌کند. این ویدیو به خصوص فرایند تولید فرمول اول را توضیح می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر نسبت به فرمول دیگر به فایل های ضمیمه مراجعه نمایید. به عنوان مثال دستورالعمل تهیه 10 لیتر از محلول طبق سازمان بهداشت جهانی به شرح زیر است: 8333 میلی لیتر اتانول 96% حجمی، 417 میلی لیتر پروکسید هیدروژن 3% حجمی، 145 میلی لیتر گلیسرین 98% حجمی و 1105 میلی لیتر آب مقطر. لازم به ذکر است که جهت تهیه محصول نهایی متفاوت از 10 لیتر تنها کافی است که مقادیر اولیه را به نسبت اضافه نمایید. همچنین در صورتی که مواد اولیه با خلوص حجمی بیان شده در دسترس نبود، لطفاً به مدارک ضمیمه مراجعه و از راهنمایی موجود استفاده نمایید. فرایند را بدون وقفه و با احتیاط انجام دهید تا با توجه به خطر آتش‌زا بودن مواد محیط امنی فراهم شود. همچنین این موضوع باعث افزایش کارایی و دقت بیشتر در بسته‌بندی خواهد شد. این فرایند نیازمند دو بشکه، دو پمپ و یک مخزن همزن که دارای خروجی محصول است می باشد. جهت ایمنی بیشتر، تمامی فرایند و تجهیزات باید داخل حوض آزمایشگاهی و یا در محیط باز دارای تهویه مناسب انجام گردد. دقت بیشتری باید نسبت به خواص انفجاری بخار الکل طی فرایند گردد. به همین دلیل ما استفاده از پمپ پریستالتیک را توصیه می‌کنیم تا از تماس با اجزای الکتریکی و مکانیکی متحرک جلوگیری گردد. جهت انجام فرایند پیوسته ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، لازم است که سرعت جریان محلول‌های آبی و الکلی تنظیم شود. با توجه به نوع پمپ، مقادیر متفاوتی محلول ضد عفونی در هر ساعت قابل تولید است. این موضوع در مدارک ضمیمه نشان داده شده است. در این ویدیو ما فرایندی را نمایش می‌دهیم که 726 لیتر ماده ضد عفونی کننده در هر ساعت تولید می‌کند. این موضوع با تنظیم جریان حجمی با سرعت 10 لیتر بر دقیقه برای محلول الکلی و 2.1 لیتر بر دقیقه برای محلول آبی است. جهت تغییر میزان ماده تولیدی خروجی، کافی سرعت جریان را طبق فرمول‌های موجود در مدارک ضمیمه تنظیم نمایید. به صورت مشخص برای تولید 726 لیتر بر ساعت ماده خروجی، توصیه می‌گردد که از مخزن حداقل با حجم 100 لیتر جهت ذخیره محلول الکلی استفاده گردد و آن را دور از هر گونه منبع الکتریکی قرار دهید. همچنین توصیه می‌گردد برای محلول آبی مخزن حداقل 50 لیتری و یک مخزن دارای همزن 30 لیتری استفاده گردد. مخزن حاوی محلول الکلی باید کاملا با اتانول 96% پر شده و در زیر حوض آزمایشگاهی قرار داده شود. در رابطه با محلول آبی، بهتر از پمپ مناسب جهت تزریق گلیسرول استفاده گردد. سرعت جریان و غلظت مناسب جهت این فرایند در مدارک ضمیمه موجود است.
به دلیل قیمت بالای پمپ برای مواد بسیار ویسکوز مانند گلیسرول، ما در این دستور العمل تنها وجود دو پمپ را در نظر گرفته‌ایم. توصیه می‌گردد که تمامی مواد اولیه در ابتدا آماده شده و در حین فرایند به مخزن حاوی محلول آبی که دارای گلیسرول و پروکسید هیدروژن است اضافه گردد. در رابطه با محلول الکلی دقت کنید که لوله داخل پمپ قرار گرفته باشد و همچنین جهت جریان صحیح باشد. اطمینان حاصل کنید که لوله ساکشن به انتهای مخزن الکل رسیده باشد تا از ورود هوا به داخل سیستم جلوگیری شود. یک فیلتر به انتهای خروجی لوله نصب کنید تا ناخالصی‌های ناشی از تماس الکل با لوله را جدا نمایید. همچنین پمپ را روی سرعت جریان مناسب تنظیم نمایید. در رابطه با محلول آبی تمام توصیه‌های بیان شده برای محلول الکلی را دنبال نمایید، اما لازم به اضافه کردن فیلتر به انتهای خروجی لوله نیست. کالیبراسیون مناسب جهت اطمینان از عملکرد پمپ لازم است. این موضوع را می توان توسط بررسی حجمی یا جرمی انجام داد. به عنوان مثال ما فرآیند بررسی حجمی را توضیح می دهیم. در هر صورت اطلاعات مربوط به چگالی و روابط مورد نیاز جهت انجام فرآیند جرمی نیز در فایل‌های ضمیمه آورده شده است. جهت انجام فرآیند لازم است که از دو استوانه مدرج 2 لیتری و یک زمان سنج استفاده گردد. در ابتدا لوله را کاملا از محلول پر کرده و از عدم وجود هوا در آن اطمینان حاصل نمایید. اکنون برای انجام کامل فرآیند لازم به 3 مرتبه تکرار آن 2 استوانه مدرج و 1 زمان سنج می باشد. پس از شروع فرآیند حجم موجود در داخل استوانه را اندازه‌گیری کرده و زمان کل فرآیند را که با زمان سنج اندازه‌گیری کرده اید را یادداشت نمایید. این فرایند را 3 مرتبه با سرعت‌های مختلف پمپ تکرار نمایید. پس از انجام کلیه فرایندها، مقادیر اندازه‌گیری شده را داخل جدول به صورت زیر وارد نموده و رسم نمایید. مقادیر سرعت جریان پمپ را روی محور افقی و مقدار حجم اندازه‌گیری شده استوانه را روی محور عمودی قرار دهید. خط همبستگی نقاط را رسم نموده و شیب آن را اندازه‌گیری نمایید. مراحل ریاضی مورد نیاز را انجام داده و مقادیر به دست آمده را به تنظیمات پمپ اضافه کنید. در این مرحله لوله های مناسب را آماده کرده و به مخزن دارای همزن متصل نمایید. در صورت پر شدن بیش از حد مخزن مرکزی، لازم است که با اضافه کردن یک پمپ دیگر سرعت جریان خروجی را افزایش دهید. لازم است که مخزن همزن دارای چندین شیر خروجی باشد تا امکان پر کردن همزمان چندین ظرف را فراهم نماید. اکنون می توانید فرآیند را آغاز کرده و ماده ضد عفونی را تولید نمایید. هر گونه نشتی را بررسی کرده و سطح هر مخزن را به صورت مداوم تحت نظر داشته باشید. هنگامی که ظروف حاوی ماده ضد عفونی پر شدن، لازم است تا کنترل کیفیت آنها توسط اندازه‌گیری چگالی بررسی شود. همچنین جهت اطمینان از وجود درصد اتانول، لازم است تا مقدار الکل موجود در ماده تولیدی توسط الکل سنج اندازه‌گیری شود. هنگامی که فرایند تولید به پایان رسید، از خاموش کردن پمپ ها و تمیز کردن کل سیستم اطمینان حاصل نمایید. همچنین به مقدار فرسودگی سیستم پس از انجام هر فرایند دقت نمایید.
در صورت وقوع هر گونه حادثه و عمل نکردن بخشی از اجزا مانند پارگی لوله ها و یا جدا شدن اتصالات توصیه می شود فرایند را سریعا متوقف نمایید. تمامی مواد داخل لوله ها را تخلیه نموده، آنها را از پمپ جدا کرده و با لوله های مناسب جایگزین نمایید. Further information on the system can be found on the website www.kemiotic.org. Any other information, please visit our department website or send an email to Polichina@polimit.it. Thank you.